بسم الله الرحمن الرحیم. غدیر چیه فارقش تو تاریخ تو دنیا با غیر غدیر؟ غدیر که سر نخش به اعلام رسول الله صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین صلوات الله علیه هستن، چی بوده و چجوری بوده؟ و غدیر که نباشه چجوری میشه؟ این شواهد بسیار زیادی ایجاباً و سلباً در دو طرفین هست. غدیر یعنی سعادت دنیا و آخرت، غیر غدیر یعنی شقاوت دنیا و آخرت. آخرت که سر جای خودش، میام سر همین دنیا، این دنیای فانیه. سعادت دنیا در سایه غدیره و شقاوت دنیا در کنار زدن غدیره. حالا عن عمدن باشه این کنار زدن یا عن غیر عمد، عن تقصیرن باشه یا عن قصور، یه جمله دارن امیرالمؤمنین صلوات الله علیه راجع به یک حاکم اسلامی به عنوان حاکم اسلامی صحیح، یک حاکم درست، یک حاکم عادل از نظر اسلام. اینجوری می فرمان من غذا بخورم سیر بشم، شاید در اواخر کشور من گرسنه باشم، شاید در اواخر کشور من اون جاهای دوردست از پایتخت، شاید کسی باشه که امید نداره یه دونه نون درسته گیرش بیاد. من لا طمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع. خیلی ها بر امیر المؤمنین صلوات الله علیه در تاریخ از نواصب و دشمنها خردگیری کردن، اشکال کردن و اشکالهای مختلف. حتی خوش برخوردی امیر المؤمنین صلوات الله علیه، خوش رویی امیر المؤمنین، خوش اخلاقی امیر المؤمنین را به عنوان عیب مطرح کردن. گفتن دعابه داره، دعابه یعنی خوش اخلاقه، خوش برخورده، عبوس نیست، اخمو نیست، این را عیب حساب کردن. یعنی اینو اشکال بر امیر المؤمنین صلوات الله علیه گرفتن. اما تو تاریخ من ندیدم، نشنیدم کسی اشکال بر امیر المؤمنین بگره که چرا فرمودید لعلا، نه یقیناً بوده، چرا فرمودید شاید یک گرسنه در اطراف کشور من باشه. لعلا بالحجاز اول یمامه من لا طمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع. شاید کسی نگفته یا علی ابن ابی طالب، چرا گفتید شاید، نه یقینی بوده. یعنی حضرت امیر صلوات الله علیه از نظر سعادت اقتصادی یک جوری بوده عمل کردشون که مسلم نبوده تو اطراف کشورشون یه دونه گرسنه پیدا بشه. تو تاریخ امیر المؤمنین بگردید، هر چی که نقل میشه دشمنایی که زیر ذره‌بین گذاشتن، حتی خوش اخلاقی امیر المؤمنین رو عیب مطرح کردن. ببینید از نظر اقتصاد خود امیرالمؤمنین به عنوان یک حاکم اسلامی چجور زندگی میکردن؟ مردم در تحت حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام چجور زندگی میکرد؟ ببینید از این جهت اشکال پیدا میکنید بر امیرالمؤمنین؟ حتی اون دشمنایی که عمرشون را گذاشتن، صرف کردن، ده ها سال از عمرشون گشتن که یه اشکالی پیدا کنن بر امیرالمؤمنین، اینو من ندیدم مطرح کنن. این چه اقتصادیه تو اون زمان 1400 سال قبل تقریبا. الان در مرفه ترین کشورهای دنیا، در پولدارترین کشورهای دنیا، در کوچکترین کشورهای دنیا که خیلی هم جمعیتش نیست، میشه گفت تو اینجا گرسنه نیست؟ میشه گفت شاید گرسنه باشد؟ وقت اون کشوری که 50 تا از کشورهای امروز اون روز تحت حکومت امیرالمؤمنین، که یکی از اون 50 کشور ایران است و یکیش سوریه است و یکیش حجاز است و یکیش عراق است و یکیش ترکیه است و اینا،